24 چهارم ماه زلحجه یادآور واقعی عظیم مباهله اهل بیت پیامبر اسلام با مسیحیان نجران است. در این روز مسیحیان از انجام مباهله منصرف شدند و به حقانیت دین اسلام و پنج تن آل عبا اعتراف کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله علی در سال دهم هجری نامهای برای نصارای نجران فرستادند و از آنها خواستند که یا خدای یکتا را عبادت کنند و مسلمان شوند و یا بر مذهب خود باشند و به مسلمین جزیه بدهند بنی نجران پس از دو روز مشورت تصمیم گرفتند هفتاد نفر از بزرگان خود را برای تحقیق به مدینه بفرستند آنان به مدینه آمدند و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله علی شرفیاب شدند اما هرچه آن حضرت دلیل و برهان آوردند آنان قبول نکردند و امر به مباهله واگذار شد جبرئیل علیه السلام نازل شد و آیه 61 سوره آل عمران را قرائت کرد اگر کسی با تو مجادله کند بعد از علمی که نزد تو آمده بگو بیایید تا فرا خانیم پسران خود و زنهای خود و کسی که به منزله جان ماست ما آنگاه نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم روز موعود یعنی 24 مزل حج فرا رسید اسقف مسیحی با همراهان آمد و به پیامبر گفت با چه کسانی با ما مباهله می کنید؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی فرمودند با بهترین اهل زمین و نیکوترین جهانیان نزد خدای متعال چرا که از طرف خدا امر شده ام آنان را بیاورم و اشاره به آل عبا علیه و فرمودند اسقف و علمای بنی نجران که چشمانشان به اهل بیت علیه سلام افتاد رنگ چهره هایشان متغیر شد گروهی از ایشان به بنی نجران گفتند آن بزرگواران منتظرند که دست به دعا بردارند به خدا قسم اگر سخنی گویند از ما نشانی نمیماند برویم و با او صلح کنیم گروهی فل مجلس مسلمان شدند و دیگران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند و قدرت جنگ با مسلمانان را هم نداشتند حاضر به پرداخت جزیه شدند این روز عظیم یکی از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود و اعمالی مستحب از جمله روزه، غسل، صدقه، نماز و دعای خاصی نیز برای آن ذکر شده است.